با سلام وقت همگی به باشه امیدوارم که خوب و خوش باشید هر کجا که هستید درس دیگر رو داریم از سری درس های آموزش زبان ترکی استانبولی با من که ارشیا هستم و توی این درس میخوایم بهتون اسامی جمع رو بگیم فوق العاده راحته چجوری اسامی جمع توی فارسی ما میایم چیکار میکنیم یه ها میذاریم پشت کلممون مثل چی مثل دریا میشه دریا ها مثل آب میشه آبها توی ترکیه استانبولی البته خیلی دقیق تر و خیلی شاید بگم راحته چه اتفاقی میفته؟ ما دو تا پسفند داریم که اینا میان پشت کلمه اضافه میشن حالا این پسفندامون یه لر داریم یه لار داریم اینا میان به کلمه میچسبن بعد از کلمه دقت کنید پسفندن میان بعد کلمه میچسبن لر با اینجا هاست دیگه با گروه اینجه و کالین هم آشنا هستین کلوفت و نازوکا اینجا لر باهاشونه کالنا لار باهاشونه یعنی هر کلمه آخرین حرف صدادارش اگه جزو کالین ها بود جزو کلوفت ها بود لار میگیره اگه جزو اینجا ها بود لر میگیره اینا رو در سای قبلی هم گفتم خیلی شبیه به همه کل گرامر ترکی استانبول یعنی قلق کار دستتون میاد راحت دیگه همه رو فقط بدونید پسوندش چیه الان اینجا فقط لرالا رو بدونید دیگه عین قبلی هست در سای قبلی تماشا کرده باشه کاملا دیدید مسلطید یه مثال با هم دیگه بزنیم همون چیزی که توی فارسی گفتم دنیز دنیز ندمک بیلیورسانی سویل این اگه میدونید بگید یا دا تکرار لاین یا تکرار کنید دنیز دریا دمیک دنیز به معنی دریا هست و باید کدوم رو بگیره هانگی سین روز کدومش رو انتخاب میکنیم لر لر باید انتخاب بشه چرا چون که آخرین حرف صدادارش ای هستش جزو اینجا هست به خاطر همون برای همون لر رو انتخاب کردیم شد دنیز لر یعنی چی؟ یعنی دریاها یه یعنی نمونه دیگه او F کنن دو حرفه اولین و آخرین حرف صدادارش ا دوباره اروز به کدوم ها از اینجا لر او لر یعنی خونه ها یا مثلا سو همون مثلا که فارسی دادم براتون سو ندمک سو یعنی چی؟ یعنی آب سولار میشه آب ها فقط بازم میگم دقت کنید که میچسبن پسوند ها کلا باید بچسبن این نکته رو هم الان به ذهنم رسید که بهتون بگم اینه که آخرین حرفه کلمه هر چی میخواد باشه یعنی جزو حروف سخت باشه جزو صدادارا باشه نباشه هیچ فرقی برام یه میانجی میگیره نه چیز دیگه ای. برای ما هیچ فرقی نمیکنه در واقع مثلا یه مثال بزنم که آخرین حرفش صدادار باشه البته مثال زدم آب براتون همون مثال بود سو ولی بازم مثال دیگه هم میشه زد برای مثال هاستانه آستانه دمک بیمارستان دمک آستان لر میشه بیمارستان ها نیه بونوس اچتیم چرا این انتخاب کردم چون که آخرین حرفه آستان ای بود باید لر میگرفت آخرین حرف کلمه هم بود نه یه میانجی میخواد نه چیز دیگه ای. به ایچی نیازنه فقط همون لر و لر اضافه میکنیم یه لیست هم آماده کردم با هم دیگه این مثال ها رو حل کنیم و پیش بریم مثال همون چیا هستن؟ کتاب کتاب یعنی چی؟ نه دمک؟ همون کتاب دیگه کتاب لار چرا لار رو انتخاب کردم؟ چون آخرین حرف صدا داره کلمه آبود آخرین حرفش هم په هیچ کاری با آخرین حرف گفتیم نداریم لار رو اضافه میکنیم کتاب ها کتاب لار دیلکچی دیلکچی نه دمک؟ یعنی چی؟ دیلک چی به معنی درخواست نامه رضایت نامه یه همچین معنی هایی میده دیلک چی لر یعنی رضایت نامه ها درخواست نامه ها تیلکی تیلکی ندمک تیلکی یعنی چی؟ یعنی روباه تیلکی لر روباه ها آخرین حرف است صدا داره کلمه رو نگاه میکنم انتخاب میکنیم کاپلان کاپلان ندمک کاپلان یعنی چی؟ کاپلان ببر دمک کاپلان لار میشه ببرها اوندان سنرا نوار از اون چی است سنراکی پارماک پارماک ندمک انگشت دمک پارماک لار انگشت ها اودا اودا ندمک یعنی اتاق اودا اتاق اینه اودا رو اگه سر هم نوشته باشن اتاق معنی میده اگه جدا جدا باشه اودا یعنی او هم اون هم اودالار اتاق ها چای چایلار چای ها چیزگی چیزگی ندمک چیزگی یعنی خط چیزمک کشیدن ولی چیزگی خط چیزگی لر خط ها اش اش ندمک همسر یا همتا جفتش معنی میده ها فقط فکر نکنید که مثلا اش سیز بی همسره نه بی هم تا بی نظیره ولی برای روزمره بیشتر معنی همسر مثلا اشی مفده یوق مثلا به عنوان همسر اشلر میشه همسرها نومارا نومارا ندمک یعنی شماره نومارا لار شماره ها اک اک یعنی پسوند یا اضافه یه چیزی که اضافه میشه و اکلر یه شیرینی اتفاقا توی یکی از اون پست های هم بود اکلر یعنی معنی اضافه ها میده ولی یه شیرینی هم میگم دارن بلوت بلوت دمک یعنی ابر بلوت لار ابر ها میتونید برای خودون کت هم بذارید فلوت مثل اون بلوته یه ابر شبیه فلوت فرض کنید توی ذهنتون رچته رچته دمک نسخه دمک رچتلر نسخه ها اویون اویون دمک بازی دمک اویون لار بازی ها هایوان این حیوان تلفظ نمیشه هایوان دقیقا نوشته میشه هایوان هم خونده میشه یه جور فوش هم همون حیوان هم معنی میده تو فارسی هم حیوان رو جای فوش هم استفاده میکنیم دیگه هایوان لار حیوان ها فاره فاره دمک فاره به معنی موشه لر یعنی موش ها بایان بایان نده مک بایان منی خانومه بای میشه آقا بایان میشه خانوم حالا چیزهایی مثل کادینو نمیدونم اینا هم هستا ولی مثلا تو فارسن چند را داریم زن داریم خانوم داریم بایان دار آخرین حرف داره بایان آه ما هم لار رو انتخاب میکنیم یوروم یوروم هم توی بحث اینستاگرام و اینا خیلی پرکار برده بیشتر برای شاید فضای مجازی یوروم یعنی نظر همون کامنت یوروم یا ماک فعلش کامنت انجام دادن نظر انجام بدیم ما توی فاصل نظر دادنه ولی یوروم ورمک نیست ای کسی که فعلشون در واقع فعلش رو میخوان یاد بگیرن به کارشون میاد یوروم لار کاملا هم سر هم نظرها یا نار نار ندمک نار انار دمک نار لار انار ها یا یول یول نه دمک یول راه دمک یولار خیلی هم این یول اصلا تو آهنگا فت به فرامون ریخته یا تو زندگی روز هم به کارتون خیلی ال ال که دست دیگه اگر هم یه درصد یادتون نمیمونه که ال میشه دست فکر کنید دستتون شبیه ال انگلیزی دستتون رو که خورده کرج شبیه ال انگلیسی میشه ال میشه دست الر میشه دست ها اینم خیلی تو روز مرد و آهنگ ها فیلم های میبینید و میشنوید اکران اکران صفحه نمایش گوشی اسکرین یا کلا صفحه های نمایش همه رو میگن اکران توی بحث گوشی و اینا تا به کارتون ممکنه بیاد اکران لار میشه صفحات نمایش اسکرین ها کات کات به معنی طبقه است مثلا هانگی کات کدوم طبقه کاتلار میشه طبقه ها لوکانتا لوکانتا ندمک لوکانتا به چه معنیه لوکانتا رستورانایی هستش که بیشتر قضه های خونگی مثلا مثل خورشته از اینجور چیزا دارن به اونا میگن لوکانتا بگم رستوران هم میگن لوکانتا بیشتر چیزهای خونگی داره البته قانون خاصی پشت این حرف من نیست ممکنه که بگه نه رستوران های فسفودی رو هم میگن ولی من نشیندم لوکانتالار میشه رستوران ها کانال کانال که همون کانال لغت معمولی انتخاب کردیم شاید خیلی به کارتون نیاد اینا ولی خب یاد بگیرید بعد نیست خوره پیش رفت از یعنی همون کانال حالا برای تلویزیون میتونه باشه یا کانال های... توی خیابون راه و آب و اینا کانال لار پس میشه کانال ها جام جام یعنی شیشه شیشه دمک جاملار میشه شیشه ها دوسیا نه دمک دوسیا پوشه فولدر فایل همه اینا معنی میده توی بحث کامپیوتر و اینا خیلی پرکار برده دوسیا قطعا میکارتون میده که بحث کامپیوتر براتون مهمه توی این سیستما هستین این بحثا دوسی ها رو حتما شنیدیم توی بحث پرونده و پوشه و اینا بحث فیزیکی هم میخوام بگم یعنی هست دوسی ها میشه پوشه ها فایل ها آیاک ندمک آیاک به معنی پا هستش البته اینو بهتون بگم توی این اعضای بدن هر بخشی از یه جای تا یه جایی حساب میشه دیگه مثلا آیاک از موچه پا به رو میگن آیاک بارترش میشه باجاک یعنی کل پا اکثرش باجاکه اون قسمت پایینیش از موچه با پایین آیاکه آیاکلار میشه پاها امیدوارم که استفاده لازم رو کرده باشین بریم برای بخش بعدی